سلام دوستان به مشکات فلاس خوش اومدید در حاشیه اخبار جنگ اوکراین افزایش شدید تنش ها بین سئول و کره شمالی و حتی شرایط جنگی که در خاورمیانه سایه افکنده خبرهای تازهی هم از داستان سخوهای ایرانی شنیده میشه هرچند بازار شاید در این حوزه ید طولایی داره و نمیشه به هر خبری استناد کرد اما این خبر جدید دست کم ارزش بررسی رو داره تا انتها با ما همراه باشید روز گذشته گالانت وزیر دفاع اسرائیل با حضور در پایگاه هوایی حاضریم اعلام داشته که تلاویو در هفت جبهه در حال جنگ غزه لبنان کرانه باختری سوریه عراق یمن و ایران یواب گالانت خطاب به خلبانانش اعلام داشته که پس از حمله ما به ایران همه متوجه میشن که شما برای چه چیزی آموزش دیدید طبیعتا در این شرایط و تهدیدهای همه جانبه همه نگاه ها به نیروی هوایی ایران دوخته شده و حساسیت های بیشتری روی اخبار مرتبط وجود داره. در آخرین اخبار رسانه های روسی و ترکیه اعلام داشتند که احتمالا ایران نه تنها به دنبال خرید جنگنده های جدیده بلکه به دنبال ایجاد خط منتاج این جنگنده هاست. اطلاعات حاکی ها از اونه که بین 48 تا 72 فروند جنگنده یه و پنج فلانکره ای قرار در ایران برای نیروی هوایی ارتش تولید بشه البته تعداد دقیق سری سخوسی فلانکرسی که برای مونتاژ برنامه ریزی شده هنوز مشخص نیست. ناگفته نمونه که موضوع مونتاژ جنگنده های جدید در ایران سابقه چند ساله داره. محمد رضا وزیر دفاع سابق کشور در مصاحبه در سال گذشته این طور گفته بود که در یک مقطعی برای خرید به توافق رسیدیم اما متوجه شدیم که توانایی ساخت جتهای جنگنده رو در کشور خودمون داریم. در همون زمان نیستو سخنان وی بر حسب ایجاد خط تولید این جنگنده در ایران تفسیر شده بود. گزارش مشابهی نیز حوالی سال 95 و توافق برجام به گوش رسیده بود. با پیگیری هایی که ما انجام دادیم این خبر در مصاحبه خیال معزن یکی از خبرنگاران بینون ولدی خوب کشورمون مطرح شده. معزن فارغ و تحصیل خبرنگاری از دانشگاه لومونوسوف مسکو است و سابقه فعالیت در خبرگزاری ایرنا، تیارتی ترکیه و رسانه های فدرال روسیه را رو داره. با توجه به فعالیت وی در شبکه راشاوان، اسپودنیک، راشا 24 و سایرین لازم دونستیم که مستقیما صحت خبر رو جویا بشیم در حال حاضر آقای معزن استناد خبرگزاری خوب به مصاحبهش رو برای ما تایید کرده اما تاکید داشت که مفاد و جزئیات قرار داده همچنان مشخص نیست و بهتره که تا زمان اعلام مستقیم منابع رسمی تر صبر کرده در مجموع بر اساس اطلاعات تهران قبلا مجوز ساخت این هواپیماها رو دریافت کرده و در حال آماده سازی برای راه اندازی کارخانه در آینده نزدیکه با این حال مشخص نیست که آیا مجوز ادعایی به ایران حق تولید و صادرات جنگنده به کشورهای سالس رو هم میده یا نه در واقع خط تولید رو میشه به چند صورت تفسیر کرد حالت اول انتقال قطعات بدنه موتورها و تجهیزات اویونیک به صورت دمونتاژ شده به ایران تا در تأسیسات داخلی روی هم سوار بشن مشابه چنین قراردادی رو میشه به وفور بین چین و روسیه دید حالت دوم اینه که بعضی قطعات به صورت کیت از روسیه وارد بشن ولی بعضی قطعات هم به طور کامل در ایران تولید بشه که در واقع نوعی سرمایه‌گذاری مشترک و مشابهش بین قرارداد ترکیه و آمریکا بر سر F16 دیده میشه. حالت سوم نیز ایجاد یک مرکز فنی و بازآمدسازی کامل که در نقش پشتیبانی بتونه انواع تعمیرات سنگین رو در آینده انجام بده اما خب عملا چیزی در کشور میزبان تولید یا مونتاژ نمیشه که اینو معمولا در کشورهای عربی میبینیم مسلما فارغ از اینکه این, این خط تورید به چه شکلی یا چه ظرفیتی خواهد بود زمینه اصلی اجرای شدن اون بودجه هست یعنی مادامی که بودجه مناسب در نظر گرفته نشه پرداختن به جزئیات دیگه اهمیتی نداره اما خب جالبه بدونید که به نظر برای بودجه هم فکرهایی شده ماجرا از این قراره که دولت لایحه بودجه سال آینده رو بعد از دو ماه به مجلس تحویل داده و یکی از سه اصل مهم در بودجه ای آینده هم تقویت بنیه دفاعی ذکر شده. در این سازوکار جدید که راجبش بیشتر صحبت خواهیم کرده، حدود 50 درصد از منابع مالی حاصل از فروش نفت، میعانات گازی و صادرات گاز به ستاد کل نیروهای مسلح تخصیص داده شده. در واقع رقمی که به نیروهای نظامی تعلق گرفته کاملا بیسابقه است تا حدی حد که سهم نیروهای مسلح از فروش نفت از خود دولت هم بیشتر شده. در سال 1403 حدود 585 هزار میلیارد تومن برای درآمد حاصل از فروش نفت پیش بینی شده بود که 134 هزار میلیارد تومن اون به عنوان بودجه کمکی به نیروهای مسلح داده شده و تقریبا 22 درصد کل درآمدهای نفتی بود اما در بودجه جدید 509 هزار میلیارد سهم دولته و 561 هزار میلیارد به عنوان بودجه ارتقای بنیه دفاعی خواهد بود که تقریبا 47 درصد کل درآمد نفتی میشه در واقع این مبلغ جدایی از بودجه عمومی نیروهای مسلح و زمینه کاملا مناسبی رو فراهم میکنه تا بخشی از این مبلغ صرف خرید خارجی هم بشه این 561 هزار میلیارد با فرض دلار 70 هزار تومانی معادل 8 میلیارد دلار خواهد بود که میشه در بهترین حالت 3 تا 5 میلیارد دلار رو به این موضوع اختصاص داده و ادامه مبلغ رو در سالهای بعد پرداخت کرده موضوع نهایی هم محل نگهداری این جنگنده هاست در این رابطه هم علاوه بر پایگاه های هوایی متعدد سطح کشور، پایگاه عقاب 44 بخش مخصوصی برای نگهداری جنگنده های جدید خواهد ها داشت که در آینده بهش خواهیم پرداخت. اما مجموعاً با توجه به موارد ذکر شده، می‌بینیم که قطعات متعدد پازل سخوهای ایرانی کنار هم قرار گرفته و اگر شاهد بدقلی های طرف مقابل نباشیم، تقریباً همه زمینه‌ها مهیا شده. برای اون دست دوستانی هم که کمتر پیگیر اخبار نظامی هستند باید بگیم سخو 35 جنگنده چند منظوره نسل چهار که توسط شرکت سخویی در روسیه طراحی و تولید شده این جنگنده به عنوان یکی ارتقا از جنگنده های سخو 27 شناخته شده و قابلیت های در زمینه نبرد هوایی و تهاجم زمینی داره و پنج داره یه بزرگ با طول 22 متریه که به اون توانایی مانورپذیری بالا و سرعت‌های زیاد رو میده. این جنگنده به دو موتور از نوع آ 41 f 1 اسم مجهز شده که توانایی پرواز با سرعت موافق صوت رو بدون نیاز به استفاده از پستوز فراهم میکنه. این ویژگی باعث میشه سوخ پنج بتونه در شرایط مختلف به راحتی از رقبای خود پیشی بگیره. یکی از نقاط قوت سوخ سیستم های الکترونیکی پیشرفته اونه رادار این جنگنده به نام ایربیس ای قابلیت شناسایی سی هدف رو به طور همزمان داره این رادار میتونه اهداف هوایی رو در فاصله های بسیار دور تا برد 400 کیلومتری شناسایی کرده به خلبانان اطلاعات دقیقی درباره موقعیت و حرکت اونها ارائه کنه و با 8 هدف هم درگیر بشه و 35 همچنین به یک سیستم جنگ الکترونیک مدرن مجهز شده که قابلیت های بالایی در اخلال در راداری دشمن و دفاع در برابر موشک‌های هدایت ایجاد میکنه. تسلیحات این جنگنده شامل موشک‌های هوا به هوا، موشک‌های ضد کشتی و بمب‌های هدایت است که اون رو برای هر نوع مأموریتی آماده می‌کنه. مهمترین مسئله برای ایران نیز طبیعتا دسترسی به نسل جدید تسلیحات پرتاب مانند موشک برده بلند آر 37 و, و نسخه های جدید آر 73 است. در مقابل سخ و سی کردن نسبتا ضعیفتری داره در این حال با توجه به تک سرنشین بودن 5، 35 احتمال خرید تعداد اندک سوخو در نقش آموزشی وجود داره تا خلبانان پس از آموزش در یاک 130 آموزش تکمیلی تر رو در سوخو به انجام برسونند نهایتا اگر ایران موفق بشه توافقات انجام شده برای ایجاد خط تولید رو به مرحله عملیاتی برسونه این مسئله از دو جنبه کلی میتونه مفید باشه نقص دسترسی صنایع دفاعی به فناوری‌های جدید خصوصا موتورهای توربوفن سنگین نقش مهمی در آینده صنایع هوایی کشور دارند. همچنین فناوری اویونیک و رادار و 5 نیز حائز اهمیت اما موضوع دوم رفع عیوب سوخو 5 با تسلیحات داخلیه. در واقع این امکان وجود داره که ایران بتونه تسلیحات داخلی رو همون ابتدای کار روی سیستم سلاح روسی سوخو 5 سوار کنه. خصوصا اون که جنگنده های روسی در حوزه بمبهای هدایت شونده و دوربرد مشکلات جدی دارند. فرزند تطبیق بمب‌های سنگین یاسین و مهمات هوشمند خانواده بالابان میتونه هزینه عملیاتی این جنگنده ها رو تا حدی کاهش بده